کیفیت مناسب برای آپلود کردن ویدیوهامون در اینستاگرام چیه؟ من عزیزی سلمی هستم و امروز میخوام بهتون بگم که با چه کیفیتی ویدیوهاتون رو آپلود کنید. قبلش یه توضیحی بدم در مورد الگوریتم فشرده سازی اینستاگرام. شما هر چقدر رزولوشن ویدیوتون بالا باشه، این به این معنی نیست که میتونین این بهتره و میتونین آپلود کنین توی اینستاگرام و هیچ اتفاقی براش نیفته. اینستاگرام شما اگر بیاید یه ویدیویی رو با کیفیت خیلی بالایی قرار بدین، اینستاگرام بر اساس اون الگوریتم فشرده سازی که داره کیفیت ویدیوتون رو تا جایی پایین میاره که به استاندارد خودش نزدیک کنه. پس اینقدر سراغ این قضیه نرین که کیفیت ویدیوتون رو خیلی بالا ببرین. چرا؟ برای یوتیوب این اتفاق میفته. شما میتونین 4K رزولوشن 4K رو آپلود کنین و یوتیوب پذیرای این کیفیت هست، اما برای اینستاگرام این اتفاق نمیفته. و شما در نظر بگیرید روزانه چه حجم بالای ویدیو داره توی اینستاگرام آپلود میشه. خب قطعا باید یه چارچوبی داشته باشه، ولی خب امیدوارم که این چارچوب ها نمیدونم برنامه‌شون چیه، اما این چارچوب ها از بین بره. شما یه مسئله رو بگم، یه ریشوی انقدری شما توی اینستاگرام دارید میبینید و بذاریم مثلا یه پست بیاریم، شما یه ریشوی انقدری دارید میبینید، خب طبیعتا 4K مثلا آپلود کنین چه تأثیری داره دیگه؟ کیفیت رو پس بیاریم پایین، انقدر اصرار بر اون کیفیت بالا نداشته باشه. پس همین دیگه، بریم سراغ این که آها این کیفیت ها رو باید چی کارش بکنیم. من این چیزی که دارم میگم در واقع برای خروجی، اگر با پریمیر کار میکنید این خروجی، این نحوه خروجی گرفتن در برنامه پریمیره. اما یه سوالی که دارم از شما، از کسایی که اگر با موبایل، چون میبینم این روزها خیلی ها دارن با موبایلشون کار میکنن و با موبایلشون خروجی ویدیوهاشون رو میگیرن، به من بگین لطفاً که با چه اپلیکیشنی دارید این کار رو انجام میدین که من بهتون توی اون اپلیکیشن حالا توی ویدیوهای بعدی بیام بهتون بگم که چه سایزی، چه نحوه خروجی گرفتن رو بهتون بگم. اما این برای پریمیره. پریمیر کنترل ام رو اگر روی کیبورد بزنید، شورتکاتش کنترل ام هست برای نحوه اکسپورت گرفتن، نحوه خروجی گرفتن از پریمیر. اگر بزنید قسمت ویدیو میاد اینجا و شما روی هر چیزی که باشه، روی هر سیکونس سیتینگی که باشه، در هر صورت میاد روی قسمت ویدیو و دو تا عدد بیتریت بهتون میده. بیتریت اولی من حدود 3-4 نهایتاً برای پست اینستاگرام هم میذارم، بیتریت دومم روی عدد معمولاً 2 برابر عدد اول میذارم. اما یه توضیح بدم که این بیتریت ها چیه. بیتریت اول رو اگر تغییر بدیم، نگاه کنید این در واقع حجم ویدیوه، اون حجمی که بهتون در نهایت میده اینه، ولی عدد دوم هیچ تأثیر روی حجم نداره و فقط اگر زمانی کیفیت بخواد کم بشه، عدد دوم میاد خودش به صورت اتوماتیک ارتقاء حجم میده و در واقع یه جورایی اسمشو میتونم بذارم بکاپ، یه همچین چیزی. اما روی گزینه دوم هم معمولا میذارم، یعنی وی بی آر پس تو میذارم که بتونم دو تا عدد بیتریت بدم که یه زمانی اگر خواست توی کیفیت ویدیوم تأثیری بذاره حواسش باشه و مراقب این در واقع کاهش حجمه باشه و اتفاقی براش نیفته. پس در نهایت به من بگین که با چه اپلیکیشن هایی کار میکنین، توی کامنت ها برای من بنویسین و اگر فرصت بشه حتما راجبش ویدیو میذارم. مرسی که تا به همراه بودیم، ممنون میشم که صفحه من رو سابسکرایب و فالو داشته باشین برای دیدن ویدیوهای آتی من.